سلام و درود به همه دوستان عزیز، خوش آمدید به Learn with باران. من باران هستم و این 56 جلسه از آموزش زبان ترکی استانبولی با کتاب استانبول سطح آبیر هست. اگه تازه به جمع ما پیوستید، همین الان با لینکی که در بالای صفحه قرار داره میتونید از اولین جلسه این کتاب با من همراه باشید. همینطور دوستانی که سطح آبیر رو به پایان رسوندن میتونن همین الان با لینکی که در بالای صفحه قرار داره آموزش خودشون رو با کتاب استانبول سطح آ2 ادامه بدن. دوستان عزیزم، این مجموعه آموزشی با زحمت و تلاش زیادی، با گذاشتن ساعتها وقت و انرژی و هزینه تهیه شده و از شما در این مسیر تنها این رو میخوام که این کانال رو سابسکرایب و مشترک شید، زنگوله کنار اشتراک رو روشن کنید تا همیشه جزو اولین کسانی باشید که به ویدیوهای من دسترسی دارید. اگه این مجموعه رو دوست دارید و ویدیوها رو دارید دنبال میکنید، از لایک کردن دریغ نکنید. این کانال رو، ویدیوها رو لایک کنید و من رو در این مسیر تشویق کنید. لایک های شما دلگرمی برای من هست از اینکه شما دوست داشتید این مجموعه رو و دارید دنبال میکنید. پس لایک و اشتراک رو فراموش نکنید. میریم و درس امروزمون رو شروع میکنیم. جلسه گذشته پرداختیم به کیه کی، که در حالت صفت وقتی که دوتا جمله بود میتونستیم تبدیل به یک جملهش کنیم و از تکرار جلوگیری کنیم. اون سرادا اورنجی وار، او اورنجی ایرانلی. اون سرادا کی اورنجی ایرانلی. چه اتفاقی افتاد؟ دوتا جملهمون رو تبدیل به یکی کردیم با اضافه کردن کی. همینطور پرداختیم به نکته های مهمی که دون، گون، بوگون تنها کلماتی بودن که پسونده کو میگیرن. دون کو، گون کو، بوگون کو، بقیه کی میگیرن. و همینطور نکته دیگه‌ای که راجب زمان بود. وقتی که راجب زمان صحبت میکردیم پسونده کی، در بقیه حالتها پسونده داکی رو اضافه می کردیم. همینطور در ضمیر گروینده، وقتی به عنوان ضمیر نقش ایفا می کرد هم با توضیحات کامل تمام لایان، تمام لانان حالت رو به چه صورت با اضافه کردن پسونده کی اون جمله رو به حالت کوتاه‌تر و از تکرار جلوگیری کردیم رو توضیح دادم. اگر هنوز سوالی دارید و یا مطلبی رو راجع به این پسوند نمیدونید، قطعاً باید برگردید جلسه گذشته رو ببینید و این مطلب رو به صورت کامل یاد بگیرید و بعد از اون با من همراه باشید در ادامه درس کتاب تمرینمون. خب بریم و صفحه 42 رو با هم ادامه بدیم. آشاداکی جمله لره داکی و کی اکلره ایله تک جمله حالینده یا زالیم. مثال رو ببینیم. سنفتا اورنجیلر وار، اونلار ترکچه اورنیولار. سنفتاکی اورنجیلر ترکچه اورنیور. ببینید که به چه صورت با اضافه کردن پسوند داکی دوتا جمله رو تبدیل به یک جمله کرده. حالا مثال های بیشتری رو با هم کار میکنیم. اون سرادا اورنجی وار، او دو ترکستان لدر. میتونیم چی بنویسیم؟ میتونیم بنویسیم اون سراداکی اورنجیلر دو ترکستان لدر. خب یارین سناو وار، او سناو، او سناوا چالیشی و روم. خب
فردا امتحان داره، برای اون امتحان داره کار میکنه. یارن، ببینید توی توضیحات گفتیم که دیگه بعد از یارن دا نمیذاریم. یارن کی؟ سناو، سناوا، چالیشیورم. یارن کی؟ سناوا، چالیشیورم. حتما دوستان عزیزم اول جواب بدید، بعد جواباتون رو با من چک کنید. خب، پارکتا بیر چوجوک وار اوچوک یارامازدر. توی پارک یه بچه هست که شیطونه. پارک تا کی چوجوک چوک یارامازدر. ببینید به این صورت بهش پسونده تا کی، کی رو اضافه کردیم. افده بیر چالیشما ادام وار اوچوک کوچوک تور. توی خونه یه اتاق کار دارم که خیلی کوچیکه. چی میتونیم بنویسیم؟ افده کی چالیشما ادام چوک کوچوک تور یا کوچوک. دون درس وارده او درسته چوک چالیشتیم. خب چی میتونیم بنویسیم؟ دون کو. بله، دون بوگون و گون رو با کو مینوشتیم. دون کو درسته چوک چالیشتیم، درس دیروز رو. احمدین عرباسی کرمزه، بنیم عربام سیاه. احمدین عرباسه کرمزه، بنیم. بله، کاری که می کردیم دوبار عربا رو استفاده نمی کردیم. بنیم کی؟ سیاه. مال من سیاهه. ماسانین استونده بیر کتاب وار او بنیم. خب چی میتونیم بگیم؟ ماسانین استونده کی بله. ترکچه کورسوندا بیر اورتمن وار او چوک ایدر. ببینید وار او رو حذف میکنیم میشه چی؟ ترکچه کورسوندا کی اورتمن چوک ایدر یا ای فرکتمز. بنده بیر آلیشتیر ما کتابه وار او چوک فایده لیدر. خب چی می نویسیم؟ بنده کی آلیشترما کتاب چوک فایده‌ل
ادامه بدیم. خیلی مهمه نوشتن و تمرین کردن بیشترشون رو اصلا از دست ندید و فراموش نکنید. بنیم تلفنم چالش میار، تلفن من کار نمیکنه. سنین تلفن فنون چالشیار مو. خب اینجا میخوایم تلفن رو حذف کنیم، دوبار نگیم، میگیم چی؟ بنیم تلفنم چالش میار، سنین کی چالشیار مو. ببینید چالش میار سنین کی چالشیار مو. ایلک سرادا بیر اورنجی وار، او لطفاً تحتیا گلسین. خب میبینید که هرچی جلوتر میریم جملات خیلی قابل فهمتره که چجوری میشه که از کی استفاده میکنیم. ببینید ردیف اول دانش آموز داریم، لطفاً اون بیاد پلوی تخته. هیچ وقت اینجوری نمیگیم، میگیم اون دانش آموز ردیف اولی بیاد پلوی تخته. پس برای اینکه جمله رو اینجوری عوض کنیم توی ترچه این کار رو انجام میدیم. ایلک سراداکی اورنجی لطفاً تحتایا گلسین. بگون توپلانته وار، او توپلانته یا کاتلیوروم. کاتلیوروم شرکت میکنم، توپلانته جلسه. بگون اینجا بله کاملا درسته، بگون کو توپلانته یا کاتلیوروم. دیگه لازم نیست بگم توپلانته وار. برادا بیر مازه وار، او چوک بویوک تور. برادا کی مازا چوک بویوک. خب آیشنین کتابنه آل میوروم، سدانین کتابینه آلی. آیشنین کتابینه آل میوروم، نمیگیرم. سدانین کی نی آلیوروم، پس اونی که مال صدا هست رو میگیرم. اول کمده آرکاداشلاریم وار، اونلار چوک ایدیر. اول که کشور، اول کمده کی آرکاداش لاریم چوک ای. احمد بیر جب تلفونو وار، او چوک پهله دیر. پهله گرون. میتونیم بگیم احمد تکی جب تلفونو چوک پهاله.
İstanbul'da mağazalar var. Onlar çok ucuz. İstanbul'da ki mağazalar çok ucuz. خب سال 19 اتوبوس 1 ساعت سونرا گلیور او اتوبوسو بکلیور چی می نویسیم؟ برای 19 1 ساعت سونرا کی سونرا دیگه دا نمیخواد سونرا کی اتوبوسو بکلیور بکلیورم پس اتوبوس یک ساعت بعد بیر ساعت سونرا کی اتوبوسو بکلیورم و سنین اونونده بیر دفتر وار اونو ورر میسین جلوت یه دفتره اونو میدی چیکارش میکنیم چجوری تغییرش میدیم سنین اونوندکی اون دفتر جلویت رو اونوندکی دفتری ورر میسین و به این صورت این سوال رو جواب میدیم. آشاداکی کروکیه با کالیم کروکی همون کروکی هست سرولره جواب لایالیم و سوال ها رو جواب بدیم. فکر میکنم دو درس گذشته این رو کاملا تمرین کردیم و یاد گرفتیم نحوه قرار گرفتن رو یونها رو راه ها رو توضیح دادیم و این تمرین کامل کننده شه ببینید که چقدر یاد گرفتید پرشنبه پازار نرده پرشنبه پازار ببینیم کجاست روی تصویرمون پرشنبه پازار حالا میخواییم بگیم این کجا هست نرده خب اینجا مندرس جاده سی هست و همینطور کازاسکر جاده سی میتونیم بگیم پازار کجاست بین این هاست چجوری میگیم بینشه بله کاملا درسته مندرس جاده سی ایله کازاسکر جاده سینین آراسیندا در بینشونه شفا هستانسی نرده شفا هستانسی کجاست؟ ببینیم داروخونه ببخشید بیمارستان کجاست؟ هستانسی چرا نمیبینمش؟ اینجاست شفا هستانسی فکر کنم از خستگی زیاده شفا هستانسی کجاست؟ نبینیم که توی تصویر اینجاست میتونیم بگیم کازاسکر جاده سی کجا؟ استونده بالای ببینید این جاده بود
استونده کازاسکر جاده سینین استونده بالای جاده کازاسکر. آره ایش مرکزی نرده. آره ایش مرکزی رو اول ببینیم کجاست، روی اینجاست. آره ایش مرکزی ببینیم این طرفش بانکه، این طرفش فندیکلی. ایلک اورتیم اوکولو هست. میخوایم بگیم بین این دوتاست. چی میگیم؟ میگیم بانکا ایله فندیک لی ایلک اورتیم اوکولو نون آراسیندا. من رنگ این رو عوض کنم. خب گوچلو سپور سالونون نرده. سپور سالون، گوچلو سپور سالون اینجا هست. خب یه طرفش علی پاشا هست. میتونیم بگیم علی پاشا جامیسی، جامی مسجد، جامیسینین سایندا مسجد. جای مشخصیه برای آدرس دادن. میتونیم بگیم سمت چپ مسجد یا یانیندا کنارش. یا یانیندا نه، رنگش مناسب نیست. خب سوال بعدی رو یا همینطور لذت پاستانسی آرکاسیندا هم میتونیم برای گوچلو سپور سالونو بگیم. سوال بعد بول کپچه رستوران نرده. بول کپچه رستوران رو ببینیم اینجاست. لذت پاستاسینین سولوند. پس لذت پاستانسی نین سالوندا سولوندا یا یانیندا در کنارشه. همینطور میتونیم بگیم علی پاشا جامیسی کارشیسیندا روبروش. بعدی چوره یولو نرده. چوره یولو ببینیم کجاست. اینجاست. چوره یولو اینجا اتلوکانته هست. میتونیم بگیم اتلوکانته سینن کارشسیندا روبروی این لوکانته هست.
اسم اون لوکانته چیران ات لوکانته هم که میدونید به معنی رستوران لوکانتاسه نین کارش سیندا و ملت پارکی نرده پارک ملت ببینیم کجاست ملت پارکی اینجاست ببینیم چجوری میتونیم بگیم ملت پارکین جادنین سولوندا میتونیم بگیم همینطور میتونیم بگیم که خب اول جادنین سولوندا سمت راست جاده سامسونگ یولو ایله بانکا آرایش مرکزی فندکله ایلک اورتیم اوکولونون آراسیندا پس اینجا میتونیم بگیم کجا سمت راست خیابون و بین بانک آرایش مرکزی و آراسیندا و همینطور سامسونگ جاده سی هست سوال 8 علی پاشا جامی نرده علی پاشا جامی رو قبلا گفتیم گوچلو سپور سالونو میتونیم بگیم سپور سالونونون سولوندا یا یانیندا در کنار سالن ورزشی گوچلو خب بانکا نرده بانک کجاست؟ بانک آرایش مرکزنین سولوندا آرایش مرکز نین سولوندا یا یانیندا یانیندا یعنی کنارش و اون یکی جاده نرده اون یکی جاده رو اینجا نوشته این اون یکی جاده است میتونیم بگیم چوره یولو استونده بالای اینجا می نویسم چوره یولونون استونده
همینطور میتونیم بگیم فندکلی ایلک اورتیم اوکولو و علی پاشا جامیسینین کجاست؟ آراسیندا بینشون. همینطور ملت پارکه و بولکپچه رستوران آراسیندا. میتونیم از همه این طرف ها بگیم. و این هم سؤال آخر صفحه 42 کتاب تمرین ما. دوستان عزیزم، درس امروزمون رو همینجا به پایان میرسونم. خوشحالم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. فراموش نکنید که این کانال رو سابسکرایب و مشترک شید، زنگوله کنار اشتراک رو روشن کنید تا همیشه جزو اولین کسانی باشید که به ویدیوهای من دسترسی دارن. اگه این مجموعه رو دوست دارین پس لایک کردن رو فراموش نکنید. ویدیوها رو لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید. نظر و پیشنهادات خودتون رو با من در میون بذارید و هر شنبه ساعت 9 صبح با جلسه جدید از کتاب استانبول سطح آبیر، هر پنجشنبه ساعت 9 صبح با جلسه جدید از کتاب استانبول سطح آیکی در این کانال آموزش خودتون رو ادامه بدید. تا جلسه آینده، روز و روزگار بر شما عزیزان خوش. یعنی ویدیو لرده گروش میگذاره، میبینمتون. خداحافظ.